بیماری های یک انسان معمولا از 45 تا 60 بود میکنه و همه ما الان داریم باشون دست پنجه نرمی کنیم. داروهایی که بیماری های خاص به شدت و سرسام آور گرونه و احیانا ناپیدا و وضعیت بیمارستان های خصوصی نداشتن هزینه برای این مردم و همه ملت که ما هم بخشی از اون ملتیم که این متاسفانه دولت به هیچ وجه و حکومت در طول ده های گذشته نه تنها این دولت و این مجلس نتونستن این حق ملت رو بهشون برگردونن. ما گله نمی کنیم، ما حقمون میخواییم. و بحث سوم، دوست دارم به نیروهای امنیتی خصوصا به نیروهای انتظامی گوش بگیرن. بحث آموزشه که ما متولی آموزش بودیم و آموزش در اصل 3 قانون اساسی تبلور پیدا میکنه. دوستان عزیز، اصل 3 قانون اساسی چی میگه؟ اصل 3 قانون اساسی آموزش رایگان تا پایان دوران متوسطه و در صورت خودکفایی کشور تا پایان دانشگاه برای تمام مردم در قانون اساسی، همین قانونی که امروز جرم داشتنش و احیانا اگر ما را احضار میکنن جایی و میبرن به خاطر خواسته ها و مطالبات اون تو همین کتابه. ما چیزی خارج از این نخواستیم. قانون اساسی ما میگه آموزش باید مجانی باشه و رایگان. اگر دوستان من در نیروهای امنیتی و این مردم یک مدرسه رایگان در سرتاسر ایران پیدا کردن، من دستام میدم تا قدم کنن. نیست آقا جون. آموزش طبقاتی تو مدرسه ما، من 20 تا مدرسه میتونم نمونه دولتی و شاهد و سمپاد و تیزهوشان و طبقاتی و نمیدونم اسم ببرم. اینها همه خلاف اصل 3 قانون اساسیه. مگه این مردم چه میخوان؟ اصل 3 قانون اساسی ابزار آموزش الکترونیک را در شرایط خاص و حاد که مثل امروز شرایط کروناییست دیده و موظف و مکلف دولت که ابزار آموزش الکترونیک را برای بچه های شما فرقی نمی کنه، همه این ملت، همه این ملت زینفن در اصل 3 قانون اساسی آماده کنه. گوشی مجانی، اینترنت مجانی برای معلم و دانش آموز تهیه و تدارک بینه. اگر ما می خواهیم به این کتاب تمکین کنیم و